سرخط مهمترین خبرها. پای نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت غزنی، صنعتکاران میگویند در صورت حمایت حکومت تولیدات داخلی به کشورهای منطقه و جهان صادر خواهد شد. و هشدار ناتو از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین. دبیرکل ناتو گفته است در صورت پیروزی مسکو، جایگاه آمریکا در جهان از بین خواهد رفت. اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین پیروز شود، ایالات متحده در موضع خطرناکتر قرار خواهد گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبرین ساعت از تلویزیون تمدن. نمایشگاه زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت عنوان از ولادت تا رحلت در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه ابعاد مختلف زندگی دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نمایش گذاشته شده. سخنرانان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفتند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بزرگ زنان عالم و ممتازترین شخصیت در میان زنان مسلمان است و خانواده ها در تمامی ابعاد باید به دخت پیامبر بزرگ اسلام اقتدا نمایند. اللهم صل علی محمد. نمایشگاه زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمادهایی که تداعی کننده الگوهای سازنده از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این نمایشگاه برای یک هفته برپا شده و امروز پنجشنبه افتتاح شد. اینجا نمایشگاهی از نماد خانه حضرت علی علیه السلام و خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که توسط دارالقرآن و حوزه علمی چهارده معصوم علیهم السلام در چنداول کابل برگزار شده است. زنان و مردان در روزهای جداگانه می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند و با ابعاد زندگی ساده اما قدسی امامان معصوم علیهم السلام آشنا شوند. روزای جفت برای خانم ها و روزای فرد برای آقایان است. انشاءالله بیاین و قدمشان روی چشمان. سخنرانان در این نمایشگاه همچنین گفتند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت ممتاز دین مبین اسلام و بهترین الگو و سرمشق برای زنان عالم است. زندگی خدایی میشه، خدا هم به زهرا و علی درود خدا بر این دو بزرگوار باد، فرزندانی را میدهد که دین و اسلام به نام این فرزندها افتخار میکند. اما کلتور و فرهنگ زیستیشان، اخلاق عمیدیشان، رویه زندگیشان به نمایش قرار دارد. بر مو اساس یک سوژه را ایجاد کردن و یک نماد کوچک از خصال زندگانی از اونا برای تصویر کشته. در این مراسم همچنین گفته شد اگر مسلمانان و خانواده ها به سیره دخت نبی مکرم اسلام عمل کنند، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. اگر واقعا زن و مرد ما به همین سیره، به همین یک نکته عمل کنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی از مشکلات حل میشه. زنان و بانوان بزرگوار، مادران عزیز ما، دقت کنیم، توجه کنیم. ما در شرایط بد اقتصادی قرار داریم. شرکت کنندگان نیز تأکید کردند دین مبین اسلام بیشترین ارزش و جایگاه را به زنان قائل است و مهمترین مسئولیت که تربیت فرزندان است را به زنان واگذار کرده. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفر به ولایت غزنی بر حمایت از رشد صنعت، ایجاد پارک‌های صنعتی و بلند بردن کیفیت تولیدات داخلی تاکید کرد. بازرگانان ولایت غزنی اما از نبود پارک‌های صنعتی، کمبود مواد خام و رقابت ناسالم در تولیدات داخلی انتقاد نمودند. آنان از مسئولین وزارت صنعت و تجارت خواستند برای رفع این چالش‌ها اقدامات جدی را روی دست بگیرند. سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت به ولایت غزنی و دیدار با مسئولان محلی، صنعتکاران و صرافان این ولایت، سفری که هدف اصلی آن بررسی وضعیت صنعتکاران گفته شده. امارتم با عزم است، تجارای ما با عزم هستند، صنعتکارای ما با عزم هستند. یک کمک وسایل مانده که انشاءالله ایره باید ما شما آماده بسازیم.
البته پیشتر همه دوستا به خاطر پارک، یک پارک سنتی، مسئله پارک سنتی یک چیز بسیار عادی است، ان شاء الله با امید پروردگار این قدس ما شما میشک باید حل کنید. نو پاین نمیزیم که با زینی تجاران هم گفتنی لری او زینی تجاران هم زینی مشکلات لری، نو لجناب وزیر صاحب نا لجناب معین صاحب دی ولایت نا او همدارنگا لطول اراکنو دی دولت نسیدی دی مربوطا ورگامون دی. همزمان با این نشست، شماری از صنعتکاران غزنی نمایشگاه تولیدات داخلی را در این ولایت برپا کرده اند. در حال حاضر 80 کارخانه در بخش‌های مختلف در این ولایت فعالند و نیاز جدی به حمایت دارند. نو ان شاء الله و رحمان بالحال مخ غزنی ولایت که عملا د صنایع خطپو او اولیو په بخش کې اتیا فابریکه عملاً فعال لرو. سرپرست وزارت صنعت و تجارت همچنین از عملی ساختن برنامه‌ها و طرح‌های بزرگ تجاری خبر داد و گفت با عمل شدن این طرح افغانستان به یک کشور بزرگ تجارتی در منطقه تبدیل خواهد شد. سر برنامه‌های سرک قندهارم کار شود، سر برنامه‌های دهلیز یا دیگه دروازه واخان هم باید کار شود، راه از طرف ما آماده میشه. ایران هم الحمدلله پشتیبانی این برنامه را دارد و با امید پروردگار چین هم وادار میسازیم ما این سرک باید بین خود داشته باشیم. وست دیر پرز وان جلال پکار میدی نقصادی مرستیال دیلاند وزارتون تجارت وزارت بنو چکی دیتا پر دولتی و امارتیز ما کوکی زیون خاص کهی ترسو پریال تا پابریکی جولیسی. در این برنامه همچنان گفته شد اگر از تولیدات داخلی حمایت شود، تولیدات داخلی افغانستان به کشورهای منطقه و جهان صادر خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از زیانهای مالی بازرگانان افغان در بندر کراچی شکایت کرده و خواستار ایجاد سهولت و نرخ پایین ویزا برای بازرگانان شده است. وزارت صنعت و تجارت هم گفته گفتگوها برای حل این مشکل جریان دارد و به زودی میانه کابل اسلام آباد در این زمینه توافق حاصل خواهد شد. دولت پاکستان اخیراً بر تردد موترهای باربری محدودیت وضع کرده و گفته رانندگان موترهای باربری بدون ویزا اجازه ورود به خاک پاکستان را ندارند. بندر ترانزیتی کراچی، مسیر جنجالی که در آن هر از گاهی برای بازرگانان افغان مشکلات متعددی ایجاد می شود. از تعرفه های بلند گمرکی تا توقف کانتینرهای اموال بازرگانان و وضع قوانین مختلف تجاری. سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گوید مشکلات اخیر در بندر کراچی سبب شده که بازرگانان زیان‌های فراوان مالی متقبل شوند. زیاد اقلام مختلف بوده و اینا زیان‌های را دیدن، برای اینکه دو ماه در اونجا هم موضوع دیتنشن و دیمرج یا جریمه‌های اضافی به خاطر از اینکه در روی خط خطوط و گدام‌ها و اینا کانتینرها باید ذخیره می‌شدن، از این خاطر اینا زیان‌های زیادی را دیدن و با شرکت‌هایی که قرارداد کرده بودند با اموال خود نتونستن به وقت معینش برسانند. چالش هایی که بازرگانان را به جستجوی راه های بدیل کشانده. سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری اینجا گفت طرح روی مسیرهای چابهار، کوریدور واخان، خطوط آهن ازبکستان، قزاقستان، چین و مسیر آقینه و ترغندی آغاز شده که افغانستان را به اروپا وصل خواهد کرد. علی سایی کلید مهم و حیاتی به افغانستان به شمار میره، نه تنهایی که افغانستان از طریق میتانه با چین وصل شده، بلکه کشورهای منطقه نیز علاقه من به است که از طریق بتانند به کشورهای همدیگر راه پیدا بکنند. در صورتی که دهلیز واخان مورد بهره برداری قرار بگیره، بدون شک یک بار دیگر اهمیت افغانستان از لحاظ ژئوپلیتیک و نقطه اتصال یک بار دیگر زنده خواهد شد. همزمان وزارت صنعت و تجارت از اقدامات عملی برای رفع چالش های بازرگانان اطمینان داده و گفته گفتگوها برای سهولت ویزای بازرگانان جریان دارد و به زودی میان افغانستان و پاکستان توافق صورت خواهد گرفت.
جانب پاکستان به دریوران کشور بدون ویزه اجازه ورود از گذرگاه ها را نمی دهد. رهبری وزارت صنعت و تجارت در این رابطه با طرف جمهوری اسلامی پاکستان در تماس بوده و صحبت ها صورت گرفته و ما در تلاش هستیم تا یک لیست دقیق از دریوران ترتیب و با جانب پاکستان شریک شود تا برای دریوران ما ویزه صادر گردیده مشکل رفع شود. با این حال بازرگانان خواستار روابط تجاری نیک با کشورهای منطقه شده و تاکید دارند روابط نادرست پاکستان سبب زیان اقتصادی آن کشور خواهد شد. پروژه 4 میگاوات برق به ارزش 25 میلیون افغانی در ولسوالی میوند ولایت قندهار افتتاح شد که بودجه آن از سوی شرکت برشنا پرداخت شده است. باشندگان ولسوالی میوند قندهار که در گذشته از نعمت برق محروم بودند از افتتاح این پروژه استقبال نمودند. افتتاح پروژه 4 میگاوات برق اینجا در ولسوالی میوند ولایت قندهار، پروژه‌ای که قرار است برای 2500 خانواده روشنی بیاورد. هزینه این پروژه 25 میلیون افغانی گفته شده که از سوی شرکت برشنا پرداخت می شود. پیاد پروژه که نه توزیع ترانسفورمرونه او 285 اصل پایه او اشترایو سلویزر هوایی یا سیاسفار هوایی لین چه پایو پر سر بردی مجد پر انتقال پر استفاده جنکو او 1500 متر ای بی سی پوشتار یا تور لین او سل پایی سندخونه در میتران در نصف در پر منصف کردی. نن موش پا کندهار ولایت که در میواند ولسوالی در ملالی سبستیشن که یو داسی مهم برخ پرانستل او افتتاح مکرل چې په دغه برخه باندې موږ کولای سو د میوند ولسوالی 2500 پیرودونکو ته په یو سویچ باندې چې وستاسي ولې د چالانه سو برښنا ورکو. باشندگان ولسوالی میوند قندهار که در گذشته از نعمت برق محروم بودند حالا با افتتاح این پروژه ابراز خرسندی میکنند. مقصد دستی چه دیر خوشحالم چیز موز میوان ولسوالی تا برق ورکی یعنی مسکنان دی بربدار دی تباه و برباد دی دیر کندیان دیر اتمان دیشان ستا برشنا جور است و برق جور شده میوان زپلی خلق تفاره و دیر سر دیر اسانتیای برازی انشاءالله تعالی فابریکی بجور سی نور کارون باسان سی. بند آب کجکی منبع اصلی تأمین برق در ولایات قندهار و هلمند محسوب می شود. در دو دهه گذشته اما بیشتر باشندگان این ولایات به دلایل مختلف از جمله نبود امنیت، کمبود آب و سایر مشکلات با کمبود برق مواجه بودند. ریاست هلال احمر بامیان صبح امروز برای شماره از تک دیگران کمک نقدی توزیع کرد. مولوی حیات صافی رئیس این اداره گفت برای گداهایی که از روی مجبوریت به انجام این کار رو آورده اند ماهانه حقوق معین پرداخت خواهد شد. توزیع کمک های نقدی برای شماره از گداهای شناسایی شده در بامیان توسط ریاست هلال احمر. مولوی حیات الله صافی رئیس هلال احمر بامیان اینجا گفت بر علاوه این کمک ها 70 خانواده دیگر را نیز شناسایی کردند که قرار است ماهانه به طور منظم تحت پوشش کمک های این اداره قرار بگیرند. طرف مقام ما هدایت است که اکاونت بانکی برش جور کو در هر ماه ما 5000 افغانی میتم. شماری از مسئولان حکومتی نیز از شناسایی افراد نیازمند و معرفی آنان به نهادهای امدادرسان خبر داده گفتند یک کارگاه آموزشی را برای کودکان کار ایجاد کرده تا از کار کودکان در جاده ها جلوگیری شود. از طرف هلال احمد تداوس پوری والی سوسم سفر باندې تللی ده دغه ولسوالی او معلومات کوي حکومت خلق مستحقین دی هغه مؤسسو ته معرفي کوي. حدود 60 نفر جذب کردیم و دیگه هم جذب میشه و پن و حرفه همه جذب ماروان است. با این حال تک دیگران از این اقدام حکومت استقبال کرده گفتند از روی ناگزیری به این کار رو آوردند و در صورت حمایت حکومت از تک دیگری دست میکشند. کار میکنم بیکار نبودم 3-4 شهر از کار این حال از کار مندیم چیز ندارم دیگر مخاطری اولادای من گفتم برم دما پیسه نان و دیگه آدم چی کنم ما مجبور بودم دیگه لالا. در اینجا همچنین گفته شد
افرادی که پس از این در جاده‌ها دست به تک دیگری بزنند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. همزمان با افزایش حملات روسیه به موازنه اوکراین، دبیر کل ناتو هشدار داد پیروزی مسکو در این جنگ به معنای نابودی جایگاه آمریکا در جهان است. ینس استولتنبرگ تاکید کرد واشنگتن باید به کمک های نظامی خود به اوکراین ادامه دهد. وزارت خارجه روسیه اما موضع گیری غرب به ویژه ناتو علیه مسکو را غیر قابل قبول دانسته و گفته با این وضعیت هیچ شانسی برای برقراری آتش بس حتی در سال آینده هم وجود ندارد. داغ شدن دوباره تنور جنگ در اوکراین، وضعیتی که غرب به ویژه ناتو را نگران ساخته. ارتش روسیه در روزهای اخیر حملات خود را به مواضع اوکراین تشدید کرده، حملاتی که تلفات و خسارات زیادی در پی داشته است. افزایش حملات روسیه به تاسیسات مهم اوکراین ناتو را بیشتر از هر زمان دیگر نگران کرده، چنانچه دبیر کل این پیمان در گفتگو با بی بی سی گفته پیروزی روسیه در این جنگ برای آمریکا زیانبار خواهد بود. اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین پیروز شود، ایالات متحده در موضع خطرناکتر قرار خواهد گرفت. تکمیل موفقیت آمیز عملیات نظامی روسیه ممکن است جایگاه واشنگتن در جهان را از بین ببرد. از دید دبیر کل ناتو ادامه کمک های نظامی به اوکراین مسیر صلح را هموار می کند. اما مسکو معتقد است که ادامه ارسال تسلیحات به کیف سبب ویرانی بیشتر این کشور خواهد شد. آنتون بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته کمک واشنگتن و سایر اعضای ناتو به کیف تا پیروزی ادامه خواهد یافت. امیدوارم که کنگره با درخواست بودجه تکمیلی از سوی جو بایدن تا هفته های آتی موافقت کند. واشنگتن به ایجاد توانمندی های نظامی اوکراین کمک می کند که این توانمندی ها به نوبه خود در بازدارندگی حملات در آینده دور کمک خواهند کرد. همزمان با این وزیر خارجه آلمان با اشاره به هدف قرار گرفتن تاسیسات مهم اوکراین از سوی روسیه، از حامیان اوکراین خواست یک سپر زمستانی بر فراز این کشور در برابر حملات روسیه ایجاد کنند. آن طرف معاون وزیر خارجه روسیه موضع‌گیری های تند اعضای ناتو علیه روسیه را غیر قابل قبول دانسته و گفته هیچ شانسی برای برقراری آتش بس در اوکراین حتی در سال 2024 وجود ندارد. از آغاز جنگ اوکراین بیش از یک سال و نه ماه می‌گذرد، نبردی که صدها هزار کشته و زخمی برای هر دو طرف به جا گذاشته است. با توجه به اظهارات هر دو جانب، این شانسی برای پایان این جنگ در کوتاه مدت دیده نمی‌شود. و حال توجه نمایید به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 12-2، بامیان آفتابی 7-8، جلال آباد نیمه ابری 19-6، غزنی آفتابی 10-4، قندهار آفتابی 21-4، قندوز آفتابی 18-4، لشکرگاه آفتابی 21-6، مزار شریف نیمه ابری 18-6، نیلی آفتابی 12-2، هراد آفتابی 25. اسلام آباد نیمه ابری 21-10، تهران نیمه ابری 16-8، دبی آفتابی 29-21، دهلی ابری با احتمال بارندگی 24-14 و مکه آفتابی 35-22. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. پای نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت غزنی، صنعتکاران میگویند در صورت حمایت حکومت تولیدات داخلی به کشورهای منطقه و جهان صادر خواهد شد. و هشدار ناتو از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین، دبیر کل ناتو گفته است در صورت پیروزی مسکو جایگاه آمریکا در جهان از بین خواهد رفت. د
اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین پیروز شود، ایالات متحده در موضع خطرناکتر قرار خواهد گرفت. به پایان بسای خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسای خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه شما. تا درود دیگر. بدرود.